انیمه های فصل بهار شروع شدن و اونهایی که یک قسمت ازشون اومده رو من دیدم و هرچی انیمه تو این ویدیو میبینید تایید از طرف منه اینکه من صد درصد این انیمه ها رو میبینم و حالا خلاصه توضیح میدم بریم که شروع کنیم اول انیمه هلز پارادایز هلز پارادایز که قسمت اولش اومد شدیدا زیبا بود و مپا گل کاشته آرت استایل وحشتناک زیبا و قصه ای هم که داریم میشنویم بوی قصه خیلی خوبی و داره خلاص نظرم و اینا رو داخل اون ریاکشن ویدیو که دادم اون میتونید ببینید ریاکشن به قسمت اول در واقع هلز بردارید یه تحلیلم احتمالاً در راه انیمه دیگه که شروع کردم و یه قسمت ازش اومده مای لوف استوری وی فیاما داکون لول 999 که یه رام کامه رومانس کمدیه در مورد یک پسرک و یک خانومک یک دخترک که جفتشون گیمرن حالا این آقا پسره مثل اینکه که خیلی معروفه و هم مثلا لیول 999 که میگن دی یه پلیر خیلی هرفهیه توی بازی ها و این خانوم هم یک بازی رو داشتن بازی میکردن که دفعه این به این آقای برمیخوره خلاصه با هم از این طریق آشنا میشن حالا قضیه داره باز من بیشتر نمیخوام قصه رو باز کنم اینم خودش اشاره کرده به سری چیزا آره اشاره کرده خودش تو خلاصش که این دختره که یک دوست پسر گیمری داشته که در واقع باهاش کات میکنه یا میشه گفت بهتر که چیت میکنه به دلیل یک دختر دیگه ای در بازی که با اونم داخل بازی آشنا شده بود میره با اون برید خودتون ببینید که قصه چه اتفاق به واقعیت من انتظار همچین اثری نداشتم خیلی مخصوصا از نظر آرت خوشگله شخصیت ها به نظر میاد که شخصیت های خوبی نوشته شده باشن حتی از همین یه دونه قسمت مشخصی همچین چیزی و اون قبلا گفتم توضیح دادم توی یک بررسی هم شروع یک اثر خوب مشخص از همون قسمت اول فکر کنم سر چین سامن بود بررسی بدون اسپویل چین سامن و اونجا توضیح دادم سر اینکه یک اثر خوب به چه شکل شروع میشه و این اثر هم به همین شکل شروع میشه من توی رومنس کامدیا و اینا این قضیه شروع یک اثر خوب رو خیلی کم میبینم و خیلی شکه شدم وقتی همچین شروعی داشت ببینید صد درصد من مشخصه دیگه میبینم. اثر بعدی یا خدا چه اثر تنگوکو دایماکیو دال چرا باید ژاپنی شدیم مثل آدم انگلیسی شو بگو دیگه یک انیمه که تریلر هاش که اومده بود شدیدن وایم د پرامیس نیور کوفت یک انیمه که موقعی که تریلر هاش اومده بود شدیدن وایب د پرامیس نیورلند میداد و از اونجایی که دارن در یک فضای بسته زندگی میکنن مشخصا تو اون تریلر های حالا میاد نشون میده که یه سری مانستر و اینا وجود داره و بگذریم قسمت یک منتشر میشه و توی همون دقایق اول خب دارین شما همین وایو میگیرین فکر کنم یه دقیقه دو دقیقه از اثر میگذره و یک دفعه یک جمله ای میشنوید و میره بیرون دیوارها و قصه دو تا آدم متفاوت رو میاد نشون میده که این باعث میشه کلا جدا شید از اون ذهنیت دم پرامیس نورلند کلا پرت شید بیرون قصه در مورد اینه که دو تا ساید رو داریم میبینیم کسانی که درون دیوارها هستن و کسانی که بیرون دیوارها هستن و قصه خیلی قصه مشخص این اثر قرار وحش وحشتناک زیبا و قوی عمل بکنه شروع یک داستان وقتی که کلی براتون سوال ایجاد میکنه سوال های خوب نه اینکه صرفا سوال ایجاد کن کلی سوال خوب ایجاد میکنه و شدیدن کنجکاوتون میکنه باز شروع یک اثر خوب و اینجا خیلی شدیدش رو داریم شما فقط کافی همون دو دقیقه اول ببینید اون قضیه شروع خوب رو که من اشاره کردم تو اون بررسیه اینجا تو هم دو دقیقه اول میگیری در ادامه اینو زوای شدی شدیدترش میکنن و شما رو بیشتر و بیشتر کنجکاو میکنن که نمیتونید صبر کنید قسمت دومش بیاد آرت هم خیلی خوشگله مشکلات فنی یا هیچی اصلا انیمیت امام و اصلا دیوانوار من منتظر ادامه این اثر هستم و ببینیم که چی میشه طبیعتا هر فصلی که میاد یه میلیاردها ها ایسکای سرش میاد و من بر تمام ایسکای ها اکثریت یه نمیزنم میزنم و رد میشم این وسط یک ایسکای دیدم که نمره بدی هم نگرفته یه قسمت هم اومده گفتم اوکی یه ورود بکنم به این. و چون قصه هم خلاصش رو یه مقدار خونده بودم دیدم بد نیست انیمه آیگات got a in another world and became in the real world too. تا صبح اسمه این ایسکایی که دارید میبینید قصهش در مورد یک عزیزیه که من صدا پیششم هم خیلی دوست دارم بولی میشه و از نظر انیمه ظاهر درستی نداره که یک دفعه یک دری رو پیدا میکنه این در در واقع در ورود به انادر ورلد ورود به ایسکای ورود به دنیای دیگره ایسکای ها دیدید معمولا به چه شکلن دیگه تعریف ایسکای خلاصه بگم به یک نحوی یک شخصی وارد یک دنیای فانتزی میشه معمولا این قضیه با مرگ اتفاق میفته مثالش کونو سوبا و اکثر این اتفاق در همون قسمت یک میفته یعنی شما قرار نیست قصه ای از اون دنیای حال حاضر اکثرت بشنوید سریع ورود میکنه به اون دنیای ایسکای و به اون انادر ورلد این انیمه از طریق یک دری این ایسکای به اتفاق میفته و اون در رو باز میکنه وارد اون دنیای دیگر میشه و با استایل سولو لولینگ توری یه سر چیزا رو هوا میاد مثل بازی باز اشاره هم میشه بهش و دقیقا خودش رو میتونه آپگرید بکنه با کشتن مانسترها نمیدونم قدرت به دست میاره و که داره وقتی هم از در میخواد برگرده یه سری از اون آیتم ها رو میتونه با خودش برگردونه به شکل پول. پول زیاد و این کار رو هم انجام میده ظاهرش هم نسبت به اون ارتقایی که داره پیدا میکنه و اینا تغییر میکنه و نکته اینجاست که اینجا ما اون مرگ و فلان داستانها رو نداریم دیگه یک دریست صرفا میره مثلا چند ساعت اون تو هست آپگریت میکنه خودش رو قوی میکنه تو اون دنیای فانتزی دوباره برمیگرده از همون در میاد دوباره تو همین دنیای حال و این ایسکا یه مقدار کرم داره و جالبه و از اون سمت هم قضیه یه چیزو داره لوکیزمو داره که طرف ظاهر خوبی نداشته یک دفعه یه آدم خفنی هم شده بعد میره مدرسه بعد اینجوری هم ملت که با تو کی بعد میگم فلانی هم دیگه تو فلانی چرا این شکلی و یه نکته ای داشتش فقط من اثر رو که میدم آرتش یه مقدار آرت خاصیه و این آرت آرتیه که مقدار زمان میبره و از این منو ترسوند که حالا خیلی به ما نشون ندادن انقدر موومنت های عجیب غریب یه تیکه داشتیم اونجا هم بد نه اوکی بود و از این منو میترسونه که نتونن خوب در بیارن در ادامه بخش های اکشن اثر رو. اثر هم لایت ناول بوده که شده انیمه خلاصه که تاییده و ایسکایی که من دنبالش میکنم جالب بود واسه ای من کنجکاف کننده بود و واقعا منتظرم ببینم قسمت دوش شدیدن چی میشه واقعا کنجکاف کننده بود استدیوی که روش کار کرده دقیقا همون ترس از انیمیت و مشکلات فنی گفتم انیمه بعدی The Dangers in My Heart بکنه که کرنه آیایی خب یای بای چرا بیا بای خلاص بگذرید داشتم همینجا علکی داشتم تون تون می‌خوندم میرفت. این انیمه که مشخص یک رومانس کمدیه در رابطه با یک آقا پسریه که فانتزی کشتن داره مثلا دوست داره قتل انجام بده مثل من و حس قتلش هم بیشتر نسبت به یک شخص یک دخترکی هست که بیشتر از همه دوست داره اون رو بکشه که طبیعتا مشخصه دیگه یک دختر محبوب و فلان و این داستان ها بیشتر از همه دوست داره که اونو بکشه که در ادامه اتفاقاتی میافته که کلا این ذهنیت پرت میشه دور نکته ای که اثر داره وقتی که زوم کردن روی همچین چیزی و توی خلاص... خلاصه خلاصه داستانم یه همچین چیزی رو نوشتین دوستان توی قسمت یک اثر این قضیه خلاصه ای که نوشتین نباید سری تموم شه قضیهش یعنی این پسره که دوست داشته قتل انجام بده دوست داشته این دختر رو بکشه کلا در قسمت یک ظرف پنج دقیقه حل میشه <تصفح> و خلاصه بگذریم از این موضوع اثر خیلی رومنس حس میکنم قرار قوی در ادامه داشته باشه شروعش خیلی خوب بوده و مانگاکا ذهن خلاقی داره از اونور یه مقدارم نگاه کنیم متلک داشت مینداخت به بقیه آثار مختلف و به خود مخاطبا مثلا این کرکتر دختره یه قد خیلی بلندی داره در برابر این پسر پسر مثلا کلا تو کمرشه و بچه <تصفح> این مثلا یه تیکه‌ای به بقیه آثار مختلف و مخاطباست میگه اینا بیا بگیر بیا یه پسر کوچولوی رو مخ از اون سمت مثلا تیکای دیگش اینه که یک پسری هستش آدمهایی رو دوست داره بیشتر که اضافه وزن دارن و اینا و میگم ذهن مانگاکا خلاقه و خیلی دوست دارم که ببینم در ادامه چی اتفاق میفته من توی ف... فصل قبلی مثلا چه میگم زمستون پاییز اینا نهایتا یکی دو تا اثر بودش که خیلی منتظر بودم ببینم قسمت بعدیشون چی میشه الان به این شکله که تا الان انیمه هایی که نام بردم شدیدا کنجکاوم ببینم ادامهشون چی میشه و خیلی منتظرم برای هفته بعدی فصل های قبل همچین چیزی رو نداشتیم مثلا انیمه های جلوتر هم همین قضیه رو دارن انیمه های جلوتر هم مثلا یکیش داره همین قضیه رو باز داره یعنی نزدیک چند تا انیمه شد الان 6 تا انیمه تا به اینجا من شایدم منتظرم هفته بعدی بیان و ببینم و تازه یه سری انیمه های اصلی هنوز نیومدن اونها هم قرار بیان و من قرار اونها مطمئنم که اونها میتره کنن همین شکلی برای اونها منتظر باشم خب دهن من داره سرویس میشه انیمه بعدی مای هوم هیرو خب عزیزا مای هوم هیرو از اونجایی که مانگاش هم فکر میکنم مانگایی که ملت خیلی دوست داشتن از اون سمتم استف و کسایی هم که دارن روش کار میکنن و مخصوصا استدیویی هم که داره روش کار میکنه تزوکا پروداکشن همه چیز خوب و قویست مثلا تزوکا پروداکشن نگاه کن چیا کار کرده پنج قلوها رو کار کرده دورورورو کار کرده هستیه مشالله الان اومدن خلاصه سراغ مای هوم هیرو و شما انتظار دارید که یک اثر خیلی زیبا رو ببینید و بذارید با یک مثال براتون بگم اوپنینگ و اندینگ ها چیزی هستش که آثار مختلف و انیمه ها سعی میکنن تایم بذارن روش و اکثرت میبینید که اوپنینگ اندینگ های نسبتا زیبا در میان و, و انیمه چون انیمیشنشون اینا ایناشون خوشکل این انیمیت و انیمیشن اوپنینگ این اثره ببینید دوستان مشکلات فنی تا گردن تو اثر ریخته و اثر خیلی از بار انیمیت مشکل داره آرتو اینا خوشگل ولی خب داتش مشکل فنی داره اثر انیمیتش خیلی مشکل داره نمیدونم چرا با این اثر این کار کردن ولی از اون سمت با اینکه بد دلیور شده اما انقدر اثر قصهش مهمه قصهش گیراست که شما رو شدیدن کنجکاف میکنه برای قسمت بعدی چون قصه رو خیلی میخواین بشنوین بعد اصلاح میکنم نگاه کردم اوکی نیست دوستان استفش اوکی نیست خلاصه داستان ولی خب انقدر قصه قوی هستش که شما رو شدیدن میکشونه و دوست دارید که ببینید ادامهش چی میشه و دنبال خواهید کرد و منم صد درصد میبینمش میگم اثر ولی خب طبیعتا مشکلات فنی انیمیت داره و یه مقدار آزار دهنده هست ولی خب باز هم میشه گذشت ازش انیمه بعدی اسکیپ اند لوفره که یه انیمه خیلی چیل بود واسه من اینجوری بودم که اینو شروع کردم صرفا واسه اینکه چیل کنم حالا قضیه هم در مورد یک دخترکی است که یه شهر کوچیکی زندگی میکرده الان اومده توکیو حالا برای ادامه تحصیلش و شروع قصه این شکلی که دیر میرسه بعد با یک پسری آشنا میشه اون پسر هم دیر داشته میرسیده و هم کمک میکنن خلاصه میرسن به اون مدرسهشون، شون دبیرستانشون بوده با. میرسن و خلاصه یک ارتباطی بین این دو به وجود میاد آرتو اینا وحشدناک زیباست انیمه تو اینا خیلی خوشگله و اصلا انیمه رو برید توش اینجورید که او مای گاد چی قشنگ برای چیل کردنه و یک زنگ تفریست این وسط خیلی لذت بردم از این اثر و انتظار نداشتم یک اثری که اینقدر روند آروم و نرمی داره بتونه اینقدر منو جذب بکنه انیمه آخر نه انیمه آخر که نه این ویدیو احتمالا پارت دو داشته باشه اگه خروجی خوبی داشته باشه که اون موقعی که پارت دو رو میدم احتمالا کلی انیمه دیگه اومدن و قسمت یکشون اومده من اونا رو دیدم و میام براتون ویدیو میگیرم ببخشیدی من نمیخوام برم تریلر ببینم از رو نظر بدم دارم که یه دونه قسمتش بیاد یه دونه قسمت رو ببینم بعد براتون نظر بدم First Friend انیمه در مورد چی یک دخترکی هست بهش میگن شینیگامی ازرائیل میشه فارسی شینیگامی دی. فرشته مرگ حالا به خاطر اینکه مثلا چهرهش این شکلی که مثلا, ای ای کی... مثلاً چهره یه مقدار چی بهش میگن ماهی مرده <settling noises> نمیدونم چهره خلاصه یه ذره مثلا گوشگیر رو میدونید خلاصه چی میگن منظورم متوجه شده دیگه ای این شکلی بعد همه بچه اذیتش میکنن و میگن که آره تو شینیگامی و این داستانا بهش دست نزنی هر کی نمیدونم کرس میشه نفرین میشه و این وسط یک پسر تازه واردی وجود داره که از این دختر میگه که چقدر خفن همه بهش میگن شینیگامی چطوری اینجوری شدی و هی بیشتر بهش نزدیک میشه و دختره اینجوری که به من نزدیک نشو به ب... تو هم میگن مثلا شینیگامی تو هم اذیت میکنه سر این قضیه میگن ای چقدر عالی بذار منم اذیت کنم و خلاصه قصه خیلی بامزه ای داره فقط آرت و انیمیت و اینا اینا میذاره مشکلات فنی داره آرتش حالا آرتش رو اشاره کردم نکتهش اینه که شما حس میکنید روی سر و کله اینا انگار خاک گرفته رو موهاشون نمیتونه این شکلی این خیلی قابل تحمل از مای ما هوم هیرو این یک درصد مثل اون مشکل و ایراد نداره این خیلی بهتر و این اصلا ممکنه به چشمتونم هم و این اثر رو من اینجا واچینگ نذاشتم باز دوست داشتنی و گوگلی بود این رو هم میبینم دقت کردید کلی اثر اینجا نام بردم رمانس کمدی و رام کام بودن یه خلاص فصل بهار و ژاپنی ها دارن منقرض میشن و جفتگیری زمان جفت و هنوز تازه کلی رومانس کامیدی مونده بذارید ویدیو بعدی اگر این خروجیش خوب بودش اونو تازه باید بیام صحبت کنیم کلی مونده اصل کاری ها خوشگلاش مونده مرسی که این ویدیو دیدید سابسکرایب و لایک و نره این ویدیوها رو اگر دوست داشتید ببینید امیدوارم که این آثار که بهتون معرفی کردمو و شما هم دوست داشته باشید سابسکرایب و لایک کامنت نره این بوده از این ویدیو و شما سابسکرایب